بدون تردید آشنایی با صفات شیعه ابتدایی ترین نیازی است برای کسانی که می‌خواهند به تمام آن صفات ارزشمند که منشأ وحیانی دارد خود را متصل سازند و به عنوان یک شخص شیعه مورد رضایت خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هویت یابند. در نگاه اهل بیت عصمت و طهارت مهمترین ویژگی یک مسلمان ولایت مداری ایشان هست. اگر ما به یاران خاص رسول خدا و ائمه اطهار توجه کنیم، ولایت مداری ایشان هستند که حضرت سلمان آنقدر به رسول خدا نزدیک بود که در حق ایشان فرمودند از سلمان و منا اهل البیت. و یا به جناب مالک اشتر توجه کنیم، حضرت امیرالمومنین عنایت ویژه‌ای به ایشان داشته. حضرت علی گفته میانه رو باشید. بله. تمام میانه رو ترین برنامه برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ها. اهل تقوا شیعه واقعی امیرالمومنین کسی است که از خطای مردم بگذرد. والعافین عن الناس. انتقام گرفتن خیلی ساده است. هر کسی میتونه انتقام بگیره. شیعه امیرالمومنین کسی است که خطایی از کسی میبینه میگذره. کینه به دل نمیگیره، به فکر انتقام نمیفته، الا و بلا باید انتقام گرفت فلان کار رو کرد. این از ویژگی های شیعیان نیست. راستگو باشه، صادق القول باشه، دروغگو نباشه، آجاقا هر کارشون خوب باشه، یعنی ولگو از پیامبر و اهل بیت پیامبر بگیره، نجات پرست نباشه. من نجات پرست شیعه نمیدونم. کسی که نجات پرست خودش بهتر از دیگران میدونه، دروغگوی این شیعه واقعی نیست. شیعه واقعی کسی هستش که مانند حضرت امام علی علیه السلام دقیقاً پیرو و جاپای جای حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگذارد. شیعه واقعی کسی که در تمام و کمال امورات زندگی در شادی و غم چپ و راست بالا و پایین مسیر زندگی تابو مطیع امام زمان جل الله باشه و غیر از رهبری اهل بیت علیهم السلام از هیچ کس پیروی نکنه. خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به صفات متقین خطبه حمام رو با هی دو چشم هست. خطبه حمام رو حتما مطالعه بفرمایید. خطبه 184 نهج البلاغه هست که به خطبه متقین هم مشهور هست. اگه میخوایم شیعه واقعی باشیم، باید واقعا برای تقوا بجنگیم، وگرنه که با لاابالی‌گری هیچ ولایتی به سرانجام نمیرسه. یا ادعای اینو داشته باشیم که شیعه واقعی علی هستیم اصلا به درد نمیخوره. ما اگه میخوایم شیعه واقعی باشیم، باید قلبمون رو از گناه و معصیت پاک کنیم. احسنت. واقعی شیعه علی باشیم، نه به ظاهر نه به زبون. امام باقر علیه السلام میفرمایند انما شیعه علی علیه السلام المتباذلون فی ولایتنا. همانا شیعیان علی کسانی هستند که در راه ولایت ما نسبت به یکدیگر فداکاری و بذل و بخشش دارند.